بازگرداندن نیمار به بارسا ارزان تمام میشود. جردی فاره. یک تصویر شاد و نگران کننده برای رئال، تنها چند ماه تا فروپاشی. بارسا پسر طلایی اروپا را میخواهد، قیمت 75 میلیون یورو، ادعای اسپورتس کاتالونیا. دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید، باید رئال مادرید و زیدان را ستایش کرد. نامزد ریاست باشگاه بارسلونا معتقد است میتواند نیمار را ارزان تر از تصور برگردان. جردی فاره یک از نامزدهای ریاست باشگاه بارسلونا است و در انتخابات پیشرو یک از چانس‌های اصلی محسوب میشود. او بود که کمپین ضد جوزپ بارتومو را بر راه انداخت و در نهایت باعث استعفای او از ریاست باشگاه شد. فاره از جمله کسانی است که معتقد است لیونل مسی با او تمدید خواهد کرد و حتی ادعا میکنه جذب نیمار نیز ارزان تمام خواهد شد. فاره در گفتگو با شبکه رادیوی اندوسرو اسپانیا گفت: مسی میخواهد در بارسلونا بماند. این چیزی است که من میدانم. خانواده لئو میخواهند در شهر بارسلونا بمانند و ما بر روی حفظ او کار میکنیم. این را میتوانم بگویم که اگر من در انتخابات پیشرو پیروز شوم، مسی قرارداد جدید را با باشگاه بارسلونا امضا خواهد کرد. اگر من در انتخابات پیروز شوم، تمدید قرارداد مسی به طور اتوماتیک در تاریخ 25 جنوری روز بعد از انتخابات صورت خواهد پذیرفت. او همچنین در خصوص احتمال تلاش برای بازگرداندن نیمار به نوکم گفت: با خدمت گرفتن نیمار هزینه زیادی در بر نخواهد داشت، چون سرمایه‌گذاری ما بیشتر از هزینه های من خواهد بود. در حال حاضر خوان لاپورتا، جوردی فاره، تونی فرسکا، لوئیس فرناندز، آلا آگوستی بندیتو، پریرا و ویکتور فونت کاندیداهای انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا هستند. دیگو سیمونه در نشست خبری پس از بازی با سالزبورگ به تمجید از رئال مادرید و زیندون زیدان پرداخت. اتلتیکو مادرید شب گذشته توانست با برتری 2-0 در زمین سالزبورگ سودش را به دور یکم نهایی لیگ قهرمانان مسجل کند. تازاوی بدون گل خانگی برابر لوکوموتیو کار اتلتیکو را به روزی پایینی کشانده بود، ولی دو گل ماریو هرمسو و این کاراسکو سند برتری و صعود روخ بلانکوس را امضا کرد. اتلتیکو در لالیگا سرنشین هست و امسال در مجموع روند صعودی را طی میکند. شنبه پیشرو این تیم باید با مسافه رئال مادرید برود. دربی اساس مادرید برابر رئال مادرید که پس از دو برد متوالی برابر سویا و گلادباخ بسیار پرروحیه هست. سیمونه در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی در مورد دربی مادرید گفت: رئال تیم فوق العاده با یک مربی بسیار خوب هست. زیدان بازیکنانش را بهتر از هر کسی میشناسد و به خوبی میداند تیمش را تحت فشار چگونه هدایت کند. رئال تا هفته پیش بحران زده بود و حالا به عنوان تیم اول گروهش صعود کرده است. آنها هر سال در یکم نهایی لیگ قهرمانان حاضر هستند و مهم نیست شرایطشان چگونه باشد. باید این تیم و مربیش را ستایش کرد که میشه برای رقابت و مبارزه آمدن. بدون شک دیدار دشوار برای هر دو تیم خواهد بود. نام ارلینگ هالاند در فهرست خرید چند نامزد ریاست باشگاه بارسلونا دیده میشود. طبق ادعای اسپورتس کاتالونیا، چند نامزد ریاست باشگاه بارسلونا جمله خوان لاپورتا قصد دارند در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جدید باشگاه بارسلونا برای جذب ارلینگ هالاند اقدام کنند. ستاره نروژی 20 ساله جنوری سال گذشته سالزبورگ به دورتموند پیوست و درخشش او به توقف ادامه داشته است. شب گذشته در برنامه وانز اسپورتس این ادعا مطرح شد که ارلینگ هالاند بمب تابستانی بارسلونا محسوب میشود و رقم خرید او نیز 75 میلیون یورو هست. این توافق بین مینو رایلا مدیر برنامه‌های هالاند با سران دورتموند هست که پس از اتمام دومین فصل حضور این بازیکن در تیم آلمانی رقم فصلی او 75 میلیون یورو باشد. رایلا همین فرمول را برای انتقال ماتیاس دیلخ به یوونتوس به کار برد. بر رقم نهایی انتقال هالاند باید رقم هنگفتی که میشن مینو رایلا را هم اضافه کرد. دورتموند برای جذب هالاند تنها 20 میلیون یورو به سالزبورگ پرداخت کرد، ولی 20 میلیون یورو به حساب رایلا وارد کرد و 7 میلیون یورو نیز به پدر هالاند داد. بارسا که با مشکلات اقتصادی زیاد دست به گریبان هست، قطعا برای خرید هالاند باید اقدام به فروش چند بازیکن خود کند. برخی نامزدها نیز برنامه اقتصادی ویژه‌ای برای نجات باشگاه و تامین هزینه جذب ستاره‌های بزرگ را در نظر دارند. هالاند که امسال برنده جایزه پسر طلایی اروپا شد، احتمالاً تابستان شلوغ و پرشایعه‌ای را پیش رو خواهد داشت. رئال مادرید پس از برتری 2-0 بر گلادباخ به عنوان تیم نخست راهی دور بعد لیگ قهرمانان شد. تا حال هوای این تیم بار دیگر آفتابی شود، اما رئال مادرید شب گذشته توانست با دو گل کریم بنزما بر گلادباخ پیروز شود و با تساوی بدون گل اینتر و شاختار تیم اول گروه لقب گرفت. پس از یک هفته سخت و پرفشار رئال مادرید نفس راحت میکشد. هر دو گل رئال را بنزما با ضربات سر به ثمر رساند تا مرد برتر میدان لقب گیرد. اما سرخ راموس، لوکاس واسکز و لوکا مودریچ نیز دیگر ستاره های شب درخشان رئال مادرید بر گلادباخ بودند.
سرخ راماز پس از 3 هفته غیبت به ترکیب رئال مادرید بازگشت و با خود نظم از دست رفته را بعد دفاع برگردان و مثل همیشه پرصلابت بود. لوکاس واسکز برای چندمین هفته متوالی به عنوان دفاع راست جای خالی دنی کارواخال را به بهترین شکل پر کرد و شب گذشته مثل برق باد از دفاع به حمله و برعکس در رفت و آمد بود و پاس گل اول را نیز ارسال کرد. لوکا مودریچ هافبک 35 ساله و مرد سال 2018 فوتبال جهان نیز نمایش خیره کننده داشت. او در مرکز میدان همه کاره بود و یک توپی او با بچانسی به تیر برخورد کرد و یک گل هم به ثمر رساند که توسط وی ای آر به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در پایان بازی سرخی راموس تو عکس در اینستاگرامش منتشر کرد، یکی همراه با کریم بنزما و دیگری همراه با کریم بنزما، مودریچ و لوکاس. لوکا مودریچ زیر عکس راموس و بنزما به شوخی نوشت: سرخیو از پد را کجا بسته ای؟ در نگاه اول همه چیز در رئال مادرید آفتابی و عالی هست، اما در تصویر شاد 4 نفره یک نکته نگران کننده دیده می شود. قرارداد راموس، لوکاس و مودریچ در پایان همین فصل تمام می شود و قرارداد هیچ کدام نیز تمدید نشده است. هنوز مشخص نیست برنامه باشگاه برای تمدید با این بازیکنان چی خواهد بود، ولی هر 3 شب گذشته ثابت کردند که لایق ادامه حضور در رئال مادرید هستند. لوکاس واسکز در پایان بازی و در پاسخ به سوالی در مورد تمدید قرارداد خود گفت که این مسئله پیچیده است و همه چیز به نظر خودش بستگی ندارد. لوکا مودریچ در چند ماه اخیر بارها از تمایلش برای بازنشستگی در رئال مادرید صحبت کرده است و البته تاکید داشته است که این علاقه باید 2 طرفه باشد. داستان تمدید سرخی راموس نیز چند ماه است به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. کاپیتان قرارداد 2 ساله و شایسته نام و اعتبارش میخواهد، ولی رئال طبق سنت همیشگی به بازیکنان بالای 30 سال قرارداد سال به سال پیشنهاد میدهد. بالاخره سرنوشت تمدید این 3 ستاره به کجا ختم خواهد شد؟ رئال می توان بدون راموس و مودریچ تصور کرد؟ Feel the magic in the air.